در همراهی با ماموران حراست دانشگاه به منظور دخالت در امر پوشش خود بودند. این اتفاق ناخوشایند با سختگیری در ورود بانوان به دانشگاه به علت نوع پوششان و تهدید به احضار کمیته و برخوردهای قهری اینچنینی همراه شده که مایه تأسف است. جناب آقای دکتر سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه، برخوردهای انضباطی و حراستی با دانشجویان این دانشگاه با هدف تغییر اجباری پوشش، حتی اگر در لفافه به اسم نظامنامه اخلاق حرفه‌ای دانشجویان هم پیچیده شود، امری خارج از شأن و جایگاه این دانشگاه و دانشجویان آن است. این برخوردها ما را به یاد تلاش‌های بی‌سرانجام و محکوم به شکست حاکمیت‌ها در عصرهای مختلف این سرزمین می‌اندازد. حاکمانی که قصد دخالت در سبک زیست مردمان را داشتند، اما چیزی جز بدنامی تاریخی نصیبشان نشده است. نظامنامه اخلاق حرفه‌ای دانشجویان باعث به وجود آمدن چنین دست درازی‌هایی به حریم دانشجویان شده و همان گونه که مستظر هستید، این نوع برخوردهای قهری هیچگاه جواب نخواهد داد، چرا که دانشجویان بهتر از هر شخص دیگری به عرف دانشگاه و جامعه خود آگاه هستند. اجبار و تحمیل نوع خاصی از پوشش به دانشجویان، شکل واضحی از تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی تک تک آنان و ستم عریان علیه زنان معضل است و مورد اعتراض جمع‌ها شکل واضحی از تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان معاصر است و مورد اعتراض نزن آقا دست نزن. چنین برخوردهایی تنها موجب ایجاد تنش برخورد در فضای دانشگاه و برهم زدن بسترهای عقلانیت می شود، آن هم در روزهایی که دانشگاه بیش از همیشه به آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز جیهای مختلف را عزیزتی و صحبهای مختلف زندگی نیاز دارد. نباید فراموش کرد اندک آزادی که دانشجویان این دانشگاه در امر پوشش خود داشتند، نه مبنی بر لطف مدیران مسئولان، نه به صورت غیرقانونی، که نتیجه و دسترنج مقاومت و پافشاری همیشگی دانشجویان بر حق بدیهی خود در انتخاب پوشش بودند. دانشجویان دانشگاه تهران این حق را برای خود قائل هستند که به مقابله با این گونه رفتارها پرداخته و از حقوق اساسی و اولی خود دفاع کنند و اجازه ندهند کسی بیش از این دانها و دانشگاهشان حد که حرمت کنند. بدین وسیله ما دانشجویان که عضو هیچ انجمن تشکل خاصی نیستیم و خواستار مطالبه‌های خودمان هستیم، خواستار توقف برخوردهای دانشگاه در خصوص پوشش و عدم تداوم برخوردهای حراست در این رابطه هستیم. تضمین امنیت دانشجویانی که در این مکان حضور دارند به عهده حراست و دکتر سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه است. ما بیانیه‌مون رو خوندیم، به صورت کاملا مسالمت‌آمیز سالان رو ترک خواهیم کرد.